ارائه بعدی توسط آقای رسولی استار کلندر هستش. تشکرشون بفرمایید. سلام. اگه منو میشناسید که هیچی، اگه نه مهم اینه که استار کلندر رو بشناسید. پروژه‌ای که 8 سال پیش بیشتر با هدف شخصی و حالا تعمید برنامه نویسی شروع کردم، ولی احساس کردم این فقط نیاز من نیست، نیاز سایر کاربرای ایرانی گل و لینوکس هم هست. بنابراین برنامه رو به صورت آزاد منتشر کردم و بعد از اینکه استقبال کاربرا رو دیدم، انگیزم به توسعه و تمایلم به رفع نیاز جامعه هم بیشتر شد. یه سری پالیسی های از ابتدای پروژه دنبال می کردم، اینکه برنامه حداقل دو زبانه باشه، یعنی پشتیبانی کامل از فارسی و انگلیسی داشته باشه و پشتیبانی کامل و همزمان از تقویم جلالی، میلادی و قمری داشته باشه و اینکه هر کدوم از اینا رو بشه به صورت تقویم پیشفرض ست کرد، طوری که تو همه جای برنامه، مثلا اگه جلالی رو پیشفرض ست میکنیم همه جا پیشفرض جلالی بشه، اگه میلادی رو پیشفرض ست میکنیم همه جا میلادی بشه، و اینکه این ستا رو یا هر دوتایشون رو بتونیم در کنار هم دیگه داشته باشیم، اینکه بتونیم توی دسکتاپ های مختلف گنو لینوکس ازش استفاده بکنیم، که مثلا اگه مجبور شدم دسکتاپم عوض کنم مجبور نشم یه برنامه دیگه بنویسم، یا یوزرهای دسکتاپ های مختلف برای خودشون کلونی درست نکنن، هر کدوم یه تقویم بنویسن که هیچ کدوم همه نیازهاشون رو برطرف نمیکنه، و اینکه بتونم هم خودم برنامه رو تا حد امکان کاستومایز یا در واقع شخصی سازی بکنم، هم بقیه این کار رو بتونم بکنن تا باز جلوی دوباره کاری گرفته بشه. یک نمای خیلی کلی از تاریخچه پروژه رو میتونید ببینید، که حالا چون وقت نداریم خیلی سر این بحثا تمرکز نمی کنیم، و این هم تعداد خطای برنامه است که میبینید از حدود 2500 خط در طی 8 سال رسید به 35000 خط. سعی میکنم قابلیت های مهم برنامه رو حالا تو 3 دسته خیلی مهم بهتون نشون بدم. خب این پنجره اصلی برنامه است که البته خیلی میشه کاستومایزش کرد، میشه کلا از این رو به اون رو کرد، که حالا اگه وقت شد بهتون نشون میدم چطوری. این پنجره ترجیحات برنامه است که اینجا میتونید تقویم پیشفرض، تقویم های فعال و ترتیبشون رو عوض بکنید، روی هر کدوم از این نوع تقویم ها دبل کلیک بکنید فعال یا غیر فعال میشه، با این دکمه های بالا و پایین میتونید ترتیبشون رو عوض بکنید، و خب بای دیفالت از تری آیکون استفاده میکنیم یا استاتوس آیکون که توی همه دسکتاپ ها کار بکنه، ولی توی اوبونتو چون تری آیکون کار نمیکنه، این تیک اپ ایندیکیتور رو اگه بزنید که بای دیفالت توی اوبونتو فعال هست، از اپ ایندیکیتور استفاده میکنه، و اینم حالا رنگ ها و ظاهر برنامه رو میتونید کاستومایز بکنید، که میدونم این خیلی شلوغ و گیج کننده است یه مقدار، ولی واقعیتش اینه که من تخصصم یو ایکس و حتی یو آی نیست، و صرفا برای نیاز شخصی حالا و نیاز دیگران برنامه نوشتم. در آینده قابلیت تیمینگ رو اضافه خواهم کرد، ولی خب همیشه تو این چند سال اولویت های پیش اومد، و اینکه منتظر بودم به جی تی کی 3 مایگریت بکنیم و بعد این کار رو انجام بدم. و پلاگین ها یا افزونه ها که بیشتر مناسبت ها و حالا اوقات شرعی و تعطیلات رسمی رو میتونیم از این طریق داشته باشیم، هر کدوم میتونید فعال یا غیر فعال بکنید و همینطور جابجا بکنید، و اینم تنظیمات مربوط به اوقات شهری که میتونید مثلا هر شهری رو توی
دنیا انتخاب بکنید و هر چیزی که توی اون سه قسمت اول جا نمیشد رو اینجا گذاشتم. چیزی که شاید خیلی نیاز بشه اینه که مثلا بعضی شرکت ها پنجشنبه تعطیلن، بعضی شرکت ها نه. اینجا میتونید روزایی که توی هفته میخواید به عنوان تعطیل نشون داده بشه رو تغییر بدید. اون پنجره ترجیحات خب از اول بوده، بعد این پنجره شخصی سازی رو اضافه کردم که هم انعطاف بیشتری بدم، هم اون پنجره ترجیحات یه مقدار خلوت‌تر بشه. این ارتباط مستقیم داره با حالا اونایی که برنامه‌نویسی کردن، مثل جی او آی کردن، با ویجت هایی که توی پنجره اصلی به صورت افقی یا عمودی کنار همدیگه نشون داده میشن. مثلا این کنترل کننده پنجره همون دکمه های بستن و مینیمایز، نوار ابزار اون آیکوناس، برچسب‌های سال و ماه پایینشه، بعد اون قسمت که وسط نشون داده تقویم هفتگیه، تقویم ماه غیر فعال، نوار وضعیت و هر کدوم اینا یک در واقع سطریه که اونجا نشون داده میشه و هر کدوم رو میتونید فعال بکنید، غیر فعال بکنید، ترتیبشون رو عوض بکنید. مثلا اون تقویم هفتگی رو اگه بازش بکنید، ستون‌هایی که توی این تقویم هفتگی نشون داده میشه رو میتونید فعال غیر فعال جا به جا بکنید. با اون دو تا دکمه چیزی که سلکت شده، یعنی اون سطری که انتخاب شده رو بالا یا پایین جا به جا میکنن و روی هر آیتمی که کلیک بکنید گزینه ها یا تنظیمات مربوط به اون رو بهتون نشون میده. نکته که شاید خیلی یوزرها ندونن. و نکته بعد این که هر تغییری که تو این پنجره بدید بلافاصله توی پنجره اصلی اعمال میشه، یعنی اینجوری نیست که مثلا اپلای بکنید بعد تغییراتش رو ببینید. هر تغییری بدید به صورت لایو توی پنجره اصلی میتونید نتیجهش رو ببینید. یک قابلیت خیلی مهمه دیگه که لازمه برای هر تقویمی، مدیریت رویدادها، قابلیت اضافه کردن رویداد حالا به شکل‌های مختلف هست که مثلا توی گوگل کلندر، حالا من یه اصطلاح گروه رویدادها در واقع از خودم اختراع کردم، توی گوگل کلندر از اصطلاح کلندر استفاده میشه برای دستبندی رویدادها که چون یه مقدار ابهام داره با اسم سرویس مثلا یکیه. من اصطلاح گروه رویدادها رو گذاشتم، در واقع یه دسته ای از رویدادها که خب هر رویداد انواع مختلفی داره، میتونه یه تسک باشه صرفا یه ابتدا و انتها داره، میتونه مثلا یه یادداشت روزانه باشه، حالا کار تمام روز، رویداد هفتگی، رویداد ماهانه، رویداد سالیانه و رویداد دلخواه که در واقع یه چیز کلی و بس داده شده همه ایناست و به شدت انعطاف پذیره. یک تعدادی رول یا قاعده میشه برای این تعریف کرد که هر رول حالا 22 حالت مختلف داره و خیلی انعطاف پذیری زیادی به شما میده. اکثر برنامه‌های تقویم که این مفهوم ایونت رو پیاده سازی کردن از یه فرمتی و از یه استانداردی به نام آی کلندر استفاده می‌کنن که از دید من اشکالات خیلی زیادی داره که حالا باز اینجا وقت نیست مفصل توضیح بدم. میتونید اسلاید‌ها رو از سایت دانلود بکنید و با دقت بیشتری نگاه بکنید. خلاصش اینه که خیلی ساختار نامنظم و پیچیده‌ای داره. پیاده سازی کاملش مخصوصا توی یو آی تقریبا غیر ممکنه و خیلی اینترنشنال نیست. لایبرری هایی که اینو پیاده سازی کردن نه تنها از قمری، از جلالی هم سپورت نمی کنه و در نتیجه من تصمیم گرفتم خودم از پایه همه چیز رو طراحی و پیاده سازی بکنم. همه چیز از پایه با پایتون نوشتم به طور کامل و به صورت مساوی
بین جلالی و گریگوریان و حالا سایر تقویم ها پشتیبانی میکنه، اینجوری که در دیگه هیچ تفاوتی بین جلالی و گریگوریان وجود نداره، هیچ تبعیضی بین اینا قائل نشده، ساختار منظم و انعطاف پذیر و قابل بستی داره و تمام تاریخچه تغییراتی که روی ایونت هاتون میدید ذخیره میشه با ساختاری شبیه استوریج گیت. و این حالا بعدا میگم خیلی کمک میکنه برای سینک دیتا و اینکه از هیچ دیتابیسی استفاده نمیکنم، چون که فرض میکنیم که یوزر نباید مجبور باشه روی دسکتاپش یا روی کلاینت دیتابیس نصب و کانفیگ بکنه، از یه سری فایل های جیسون و بیسون که در واقع باینری جیسون هست و توسط مونگو دی بی استفاده میشه استفاده کردم. و حالا یه سری بحث الگوریتمی که خودم در واقع ابدا کردم ولی متاسفانه فرصتش نیست، حالا باز میتونید اسلایت ها رو خودتون با دقت بیشتر نگاه کنید. پنجره مدیریت رویدادهاست که همونجوری که میبینید یه تعداد گروه رویدادها داریم، هر کدوم میتونن فعال یا غیر فعال باشن و هر کدوم یک رنگی دارن. مثلا اینجا یه دونه تسک یا کار اضافه میکنیم، حالا میتونیم انتهاشو مشخص بکنیم یا میتونیم مدتشو مشخص بکنیم. این یک نمونه از رویداد دلخواه هست، مثلا روز آزادی نرم افزار سومین شنبه از ماه سپتامبر که یک رول داریم به این شکل که چندمین روز هفته از چه ماهی یا از هر ماهی. یکی از قابلیت هایی که من تو هیچ تقویم دیگه ندیدم و خودم نشستم پیاده سازی کردم و حتی تقریبا از هیچی دیگه نتونستم ایده بگیرم، خط زمان پیوسته. مثلا تو فیسبوک تایملاینش رو اگه ببینید واقعا مفهوم محور زمان نداره، فواصل با هم دیگه تناسب ندارن، مثلا جایی که باید یک لحظه است مثلا یک بازه نشون میده و کلن اون مفهوم زمان به معنای ریاضی و به معنای واقعی رو به ما القا نمی کنه. این تایملاین استار کلندر مفهوم زمان رو کاملا به صورت ریاضی به شما نشون میده، اون خط کشی که میبینید واقعا محور زمانه و اسکیلش بزرگ نماییش رو میتونید از چند ثانیه تا چند هزار سال تغییر بدید و همه رویدادهایی که به صورت بازه‌ای باشه و بخواید اینجا نمایش داده بشه بهتون نشون میده و با الگوریتم هوشمندی اینا رو در کنار هم دیگه رندر میکنه که از فضا حد اکثر استفاده بشه و رابطه نسبتاً تعاملی داره، میتونید با دکمه های چپ و راست جابجاش بکنید، با منها و به علاوه زومش رو تغییر بدید و حالا با دکمه هوم یا اسپیس بیاید روی لحظه جاری و اون چیز قرمزی هم که میبینید شبیه ثانیه شماره و حالا اگه زوم به اندازه کافی بزرگ باشه میتونید حرکتش رو ببینید. اما بزرگترین اشکال برنامه از دید خودم چیه؟ مشکل اینه که الان تقریبا همه حداقل چند تا کامپیوتر دارن، یه دونه مثلا توی خونهشون دارن، یه دونه محل کارشون دارن، یه دونه توی جیبشونه بهش میگیم موبایل، یه دونه ممکنه تو کیفشون باشه بهش میگیم تبلت و همه اینا همزمان همراه ما نیست و ما نیاز داریم دیتایی که رو هر کدوم اینا ذخیره شده یه جوری با هم دیگه سینک بشن. بنابراین به یک سرویس آنلاین نیاز داریم که این دیتا از طریق این سرویس با هم سینک بشن. حالا این سرویس میتونه تحت وب باشه، یعنی وب اینترفیس داشته باشه، میتونه فقط یک وب سرویس باشه که با کلاینت های نیتیو مستقیما ارتباط برقرار بکنن که بهش میگیم سافت‌ور از سرویس
و نمونه هاش رو قطعا دیدید، مثل گوگل کلندر، گوگل درایو یا گوگل داکس. سرویس های پخش موسیقی خیلی ها رو میشناسم، اصلا موسیقی رو به هیچ وجه ذخیره نمی کنند و همیشه آنلاین گوش میدن و مثلا دیکشنری های آنلاین. ولی مشکلی که اغلب این سرویس ها دارن اینه که دیگه بحث آزادی نرم افزار هم نیست، یعنی نه تنها اینا نرم افزار سمت سرورشون آزاد نیست، بلکه حتی نرم افزارشون منتشر هم نشده و باینریش رو هم نمیتونید مثلا روی سرور خودتون اجرا بکنید تا دیتاش کاملا در اختیار خودتون باشه. باید به این شرکت های تجاری که اینا رو منتشر کردن کاملا اعتماد بکنید و همه دیتاتون رو در اختیارشون بذارید. و آزاد بودن نرم افزار سمت کلینت هم برای ما کافی نیست. به همه این دلایل و اینکه مثلا سرویس گوگل API روی API ایران بسته بود و از جلالی هم خب پشتیبانی نمی کرد و مجبور بودیم همش رو به گرگوریان تبدیل بکنیم و توی سینک دیتا این خیلی مشکل ایجاد می کرد، چون که مثلا روی کامپیوتر دیگه اگه اونا رو بخوایم دوباره فچ بکنیم دوباره همه چیز تبدیل به گرگوریان میشه و حتی تاریخ ها جا به جا میشه، مثلا تاریخ تولد جلالیتون با میلادی بعضی سالها یه روز خب فاصله میفته. و به همه این دلایل من تصمیم گرفتم که یه پروژه جدیدی رو شروع بکنم، یه سرویسی. خب ما فرض میکنیم که از کلاینت های نیتیو استفاده میکنیم، یعنی نیازی به وب اینترفیس نداریم، صرفا یک وب سرویس میخوایم که دیتا هامون رو روی سیستم های مختلف با هم دیگه سینک بکنیم. حالا فعلا هدف ما گنو لینوکس، در آینده شاید اندروید رو هم اضافه کردیم. با همه حالا انتقادی که به شرکت های مثل گوگل، شرکت های بزرگی مثل گوگل داریم در مورد حریم خصوصی و این صحبت ها، من زبان گو رو انتخاب کردم به خاطر اینکه خیلی هوشمندانه طراحی شده و سرعت دیولپش خیلی بالاست. برای دیتابیس هم از مونگو دی بی استفاده میکنم و سرویسمون HTTP پلاس جیسون هست. حالا SSL رو سعی میکنم هرچه زودتر قبل از اینکه این سرویس راه اندازی بشه جور بکنم و سعی می‌کنم تا حد امکان با استانداردهای RESTful API سازگار باشه. و برای لایسنس هم افرو جی پی ال رو انتخاب کردم که حالا تفاوتش با جی پی ال رو تو این لینکی که اینجا می‌بینید به مفصل می‌تونید ببینید. دامین starcalendar.net رو ثبت کردیم که فعلا حالا به گیت‌هاب ریدایرکت میشه. برای کسایی که نمیخوان مثلا این کد رو بیان خودشون کامپایل بکنن یا اصلا سرور ندارن، میتونن از این سرویس استفاده بکنن که هنوز راه اندازی نشده، ولی امیدوارم که تا 3-4 ماه آینده بتونیم اینو برای تست آماده بکنیم. و اینم تنظیماتی هست که تو سمت کلاینت، یعنی توی رابط گرافیکی استار کلندر قراره بتونید انجام بدید که حالا توی ورژن های آینده خواهید دید. و اینم API این وب سرویسی هست که قرار داشته باشیم. حالا بعضی قسمتش انجام شده، بعضی قسمتش داره انجام میشه یا قرار انجام بشه. و همونجوری که گفتیم سعی میکنیم حد تر امکان با استانداردهای RESTful API کاملا سازگار باشه. اگه میخواید کمک بکنید به پروژه، من خودم یه سری اسکریپت نوشتم برای اینکه پکیج برای دیستریبیوشن های مختلف بسازه، که پکیج یعنی پکیج های نیتیو دیستریبیوشنتون رو نصب بکنین، اسکریپت هایی که خودشون پکیج رو میسازند و نصب میکنن. ولی ایدئالش اینه که این پکیج ها بره توی مخازن رسمی توضیح های مختلف، ولی متاسفانه من پکیجر نیستم و اگه تو این زمینه تجربه ای دارید میتونید
مثلا پکیج دبیان یا اوپن سوزه یا فدرا یا آش رو مینتین بکنید خیلی خوشحال میشیم. و برای دونیشن هم میتونید از این لینکی که گذاشتم تو سایت پاز.ir استفاده بکنید. نکات انتشار رو توی وبلاگم همیشه میذارم به فارسی. حالا میتونید باگ ها رو یا سوالاتتون رو هم اونجا مطرح بکنید، اما ترجیح ما برای باگ ها استفاده از ایشوهای گیت هاب هست. سوالی دارید؟ خیلی ممنون. چون وقت اضافه آوردیم، من اگه اجازه بدید، حالا این استار کلندر دو هست که مبتنی بر GTK 2 هست. متاسفانه اینجا ورژن 3 رو نداریم، ولی تفاوت اصلیش فعلا اینه که خب استار کلندر 3 با پایتون هست و GTK 3 اجرا میشه. اینجور که میبینید مثلا این من با این لپتاپ دوستمون خیلی راحت نیستم. مثلا این تقویم هفتگی مثلا اینجا متن افسونه ها رو داره نشون میده. مثلا من میتونم غیر فعالش بکنم، میتونم کلا این تقویم غیر هفتگی رو غیر فعال بکنم، تقویم ماه رو فعال بکنم، میتونم مثلا نوار ابزار رو بردارم. این هم همزمان اینجا در همون لحظه تغییرات اعمال میشه، یا کلا اینم وردارم. مثلا این تقویم ماه میتونم رنگاشو عوض بکنم. یا فونتشو نمیدونم، اینجا فونت شبنم نداریم. یا این مثلا حالا پروگرس بار فصله که مثلا میگه الان 14% از پاییز گذشته. دیگه ساده ترین حالت ممکن شد دیگه. تو ترجیحات میتونم مثلا مثلا گریگوریان رو هم غیر فعال بکنم. دیگه فقط این میمونه. استاتوس آیکون رو اینجا میشه تغییر داد. مثلا این گوشه به جای سبز آبی باشه. یا هر فایل SVG میتونید حالا مسیرشو برید. سوال دارید؟ میپرسن تفاوت مونگو دی بی با SQL چیه؟ این واقعا بحثیه که خیلی مفصله و اینجا جاش نیست. نو SQL در مقابل SQL. سوال؟ منظورتون سیستمی، منظورتون توی فایل منیجره؟ میگن که توی دسکتاپ های دیگه مثل KDE مثلا، حالا دسکتاپ های دیگه من فقط KDE رو میشناسم که به صورت درونی تقویم جلالی داره، ولی اونم اشکالش اینه که خب همه جا جلالی نیست. یعنی حالا غیر از این که زبانش رو نمیشه به صورت مستقل فارسی کرد، پیشفرض هیچ وقت شما نمیتونید جلالی داشته باشید. مثلا ایونت با جلالی اضافه بکنید، یا اینکه جلالی رو در کنار میلادی نمیتونید هیچ جا داشته باشید. تنها راهش اینه که اگه بخواید جلالی و میلادی رو در کنار هم داشته باشید تو لینوکس، من هیچ راه دیگه غیر از سرکندر پیدا نکردم. یا اینکه مثلا حالا توی مک او اس فکر میکنم
میتونید در سطح سیستم عامل تقویم جلالی رو به صورت پیش‌فرض ست بکنید که حتی تو فایل منیجرتون هم مثلا تاریخ تغییر فایل ها و اینا صورت جلالی نشون داده بشه، ولی من توی گنو لینوکس همچین چیزی متاسفانه ندیدم، چون که تک تک این برنامه ها باید به صورت جداگانه پشتیبانی از جلالی بهشون اضافه بشه. من راه حلی ندارم برای این چیزی که میگید. ببین خود این برنامه ها باید این قابلیت رو داشته باشن، یعنی مثلا فایل منیجر، مثلا حالا دسکتاپ، یه جاهای دیگه باید هر کدوم این قابلیت پلاگین که میگید رو داشته باشن و با این بشه بهشون. نه عموما اینطور نیست، یعنی باید خود برنامه تو کدش پشتیبانی از جلالی بهش اضافه بشه.